أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي وذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي سيدي وسيد الكونين أبا عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان ونيابة عن جميع خدمة الحسين عليه السلام صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك وعلى أخيك أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام على المهدي وعلى آبائه السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت عرض السلام وأدب واحترام خدمت همه شما حسینیان عالم مخاطبین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هر جا که هستید یقینا میدانم قلب و دل و روحتون پر میکشه برای بین الحرمین آقا سید الشهدا روحی له الفدا این هم در این لحظات زیارت آقا سید الشهدا روحی له الفدا در شب جمعه شب رحمت شب مغفرت امیدوارم که به همین زودی های زود قسمت و روزی همه شما شود از نزدیک زائر آقا سید الشهدا روح الله الفدا باشید ولی وقت را مغتنم بدانید فرصت را دریابید هر جا که هستید دست ادب به سینه بگذارید همان گونه که ما به نیابت از همه شما عرض ادب خدمت آقا سید الشهدا روح الله الفدا کردیم
به زبان جاری کنید که صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. قطعا و یقینا فطرس ملک عرض سلام شما را خدمت آقا سید الشهدا روحی له الفدا میرساند و نام شما در تومار زوار آقا سید الشهدا در این شب جمعه ثبت و ضبط می شود. زیارت آقا سید الشهدا عمل جمعی که نباید هیچ مؤمن و مؤمنه ای آن را از دست بدهد. یقینا عرض می کنم و شما هم به این یقین رسیده اید، بله گاهی قلب است و پر می کشد، ولی گاه این اذعان قلبی ایمان و اعتقاد شخص می شود که ما به این نقطه کار داریم. آن چیزی که قلب هوای آن را می کند و منسوب به حضرت حق است جل و علا صاحب تقدس می شود و هیچ تقدسی بالاتر از زیارت آقا سید الشهدا و عمل مقدس زیارت آقا ابی عبدالله روحی له الفدا نیست. اگر دقت کرده باشید پیشین هم عرض کرده ام و ادله آن را بیان کرده ام، گفتم که زیارت سید الشهدا روحی له الفدا عبادت جمع است. کسی که در حرم آقا سید الشهدا روحی له الفدا انشاءالله برای هر کسی که دور است و در خانه خودش بر فراز پشت بامش آنگونه که حضرت صادق مصدق صلوات الله علیه دستور داده است به جانب کربلا رو کند و عرض سلام داشته باشد، عبادت جمع انجام داده است. یعنی عبادتی انجام داده است که همه عبادات دیگر تحت آن عبادت است و زیارت سید الشهدا گریه بر آقا ابی عبدالله سرآمد همه اعمال است. اگر خاطر انورتون باشد راجع به مسئله چشمه سخن گفتیم و اینکه از شاه لوله و اینکه از آن بطن و ریشه اگر انسان توجه پیدا کرد مسلماً تمام فروعات قلب و روح او را این توجه میگیرد. اگر در یک کلمه جمعش کنم، حال کلمه ایست که در محاوره استفاده می شود و دلیلی برای جنگ با الفاظ نداریم. آن مفهومی که شما در ذهن دارید، عشق، محبت. اگر با کلمه عشق قدری ناآشنا هستید و نمیپسندید، شدت محبت را بپسندید. به جای آن بگذارید، دعوای در الفاظ نداریم. آن وله، آن کشش، آن اشتیاق قلبی که به سمت آقا سید الشهدا روحی له الفدا هست در تمام فروعات انسان پخش می شود. محبت آقا سید الشهدا روحی له الفدا این گونه است. دقیق تر بگویم، نازکتر اشاره کنم، و آن این که محبت سید الشهدا حقیقتی است، که محبت سید الشهدا جوهره ای است که جایی برای غیر در دل نمیگذارد. مطلب بسیار دقیق است. ورق بزنید بین ادبیات، ورق بزنید بین کتبی که دم زده ان از رسیدن به مقصود با هر ادبیاتی که دارد، ببینید آن چیزی که غرض است، آن چیزی که مطلوب است، غیر از این است که انسان محو یار باشد. محو یار بودن، عبارت مذهبی ترش را بگویم، خلوص در نیت. این خلوص در نیت یعنی تمام جوانب فکر و قلب و روح متوجه حضرت حق باشد. اگر چنین شد در عبادتی، آن عبادت به هدف خورده است. محبت آقا سید الشهدا روحی له الفدا چنین خاصیت دارد. اگر در خانه دلی مسکن کرد، اگر بیتوتی در قلبی کرد، تمام جوارح را فرا میگیرد. لذا میبینیم عشاق سید الشهدا وقتی سخن از دست او میآید سینه زن است، اگر سخن از صورت او میآید لطمه زن است، اگر سخن از سر و پا و همه جواره به وسط میآید تمام اعضای بدن خود را در قبال آقا سید الشهدا روحی له الفدا تفدیه میکند و این خاص آقا سید الشهدا روحی له الفدا است. صلوات الله علیک یا ابا عبدالله در زیارت میبینید، در زیارت اقرار میکنید، فقط اجابک سمعی و بصری و لسانی، همه جواره هم میگوید لبیک یا داعی الله، لبیک یا حسین. خب همگان
خواسته شما مخاطبین عزیز، شما کسانی که برنامه تکیه را انتخاب کرده اید برای مزید در معارف، این مطلب را درک کرده اید که این محبت شدت و ضعف دارد، نور است و نور از خواستش این است که شدت و ضعف دارد. گاهی شمعی است در تاریکی، گاهی خورشیدی است که عالم را روشن می کند. و فراتر از این حرف هاست محبت آقا سید الشهدا، نور قلب مؤمن فراتر از این حرف هاست. اشاره مادی و فیزیکی داشته باشم که گمان نکنید مطالب فقط بر ذوقیات دور میزند، چنین نیز ذوق ما از اعتقادات ما سرچشمه میگیرد. اگر مطالبی را هم در ذوق بیان میکنیم از اعتقادات سرچشمه میگیرند و در بیان مراقبیم که پا فراتر از مطالب اعتقادیه و چارچوب بی نهایت، دقت کنید به جمله بندی، چارچوب بی نهایت اعتقادات در وادی محبت حضرات آل الله پا فراتر نمیگذاریم. به مدد خود حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین، نه مقدم بر امام میشویم، نه بسیار تأخر از امام پیدا میکنیم. نمرقه یا نمرقه وسطا در روایات همین است. قدری به فیزیک آن و مادیت آن اشاره کنم. ببینید، نوری که ما بیشترین نور میشناسیم الان از نظر حواس ظاهری نور آفتاب است، خورشید. بله، به ما ثابت شده است در پژوهش‌های علمی که ستارگانی در آسمان ها هستند که به مراتب نور آنها از خورشید ما بیشتر است. خب، به نسبت مسافتی که ما داریم آن نور را ما درک نمی کنیم، یعنی اگر هم درک کنیم ذره ایست در مقابل خورشید جهان تاب، چرا که بعد در مسئله نور ظاهریه مؤثر است. قرب و بعد در نور حسی بارز است. همگان می دانند نزدیک شدن و دور شدن از منبع نور شدت و ضعف نور را به همراه دارد از جهت قابل. دقت کنید، خیلی ظریف و دقیق است. قرب و بعد به منبع نور شدت و ضعف ایجاد می کند از نظر قابل، یعنی آن کسی که قرار است حس کند و درک کند باید قرب و بعد، بلا آن منبع نور در نور خودش مکفی است، کافی است، تمام است، در حد خودش. خب، حال این بعدی است که ما در آسمان اول آن را لحاظ می کنیم. شما اید و آسمان دوم، شما اید و آسمان سوم تا هفتم، شما اید و عرش الهی، شما اید و کرسی، این بعد مسافت مادی. بله، قلب مؤمن چنین نوری دارد که ملائکه عرش الله آن را می بینند. قلب مؤمن چنان نوری دارد که ملائکه کروبین آن را می‌بیند. این نور دیگه نور حسی و مادی نیست، این نور نور حقیقی است که می‌فرماید الله نور السماوات و از همان جنس نور است. خب، بحث قدری عمیق شد، اگر هم رها کنم بیشتر عمیق می‌شود و می‌کشد کار به مطالب تخصصی. به هر عنوان شب جمعه است، شب زیارت آقا سید الشهدا و عبادت، نورانیت قلب می آورد، سرآمد همه عبادات. زیارت سید الشهدا است، پس ای شیعه امیرالمؤمنین مشغول به زیارت آقا سید الشهدا شو و سرآمد عباد جهانت باش با گفتن صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. قال الشرك الفار حسين ابن علي يا ور دين خداوند سوانا باشی یا شما را به جهان دین یا اینی نیست لو اقل مردم آزاده عشق بازی کار هر شیاد نیست عشق بازی کار هر شیاد نیست این شکار دام هر شیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است تا
طالب حق را حقیقت لازم است، شاهده مدعی خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا در آن میدان عشق، خضر او را جانب سلطان عشق، بار الها این سرم پیکرم، بار الها این سرم این پیکرم، این علم دار رشید این هست. وای حسین، خدای من و معبود من، این رقیه سکینه رباب عروس دست و پا از کن خزا. پس خطاب آمد که سلطان عشق، ای حسین یک تازه راه عشق، حسین گفت تو بر من عاشق ای محترم، حسین من پرده برچین، من به تو عاشق ترم. علم علم صلی الله علیک و مولای ابا عبدالله. اشعار بسیار زیبا و نفس بسیار زیبای مرحوم معزن زاده اردبیلی رحمت الله علیهم اجمعین. قطع و یقین سر سفره اربابشون سید الشهدا مهمانن، کسانی که به راست و حقیقت از سید الشهدا روحی له الفدا دم زدن و حضرت حق عنایت کند به ما، توفیق رفیق ما کند، بتوانی ما هم تا انتها تا نفس آخر فقط از سید الشهدا روحی له الفدا دم بزنیم، ولی جهایی که اطراف ما هست ما را از راه به در نکند، مهری بر ما نیاید. افسار جسارت نباشد به ساحت شما، افسار خودم را میگویم، افسار مرا نگیرند و جایی ببندند غیر در خانه حضرات آل الله. عاقبت به خیر همین است، عاقبت به خیری همین است که تا انتها دم بزنی از همان واحد وجود. عجب، واحد وجود، یگانه خلقت، چه میگویی؟ این را من نمیگویم، شما هم میگویید، شما هم میگویید به سید الشهدا روحی له الفدا یگانه خلقت. کجا گفته اید؟ در زیارت عاشورا، الوتر الموتور، یک یگانه خلقت از سید الشهدا روحی له الفدا صلوات الله علیک یا مولای ابا عبدالله. خب بحث به اینجا رسید در جلسه گذشته و جمله پایانی حقیر این بود که مراقب باش در امر ولایت هیچ چیزی را مقابل سید الشهدا روحی له الفدا، مقابل مقام ولی قرار ندهی، همین ولیجه‌ای که عرض کرد. مراقب باش در این راه رهزن بسیار زیاد است، هرچی راه دقت، هرچه راه دقیق تر باشد، هرچه راه آن هدفی که دارد مطلوب تر باشد، هرچه راه تو را به آن گنج حقیقی برساند، قطعا و طبیعتا پر از خطر است. اگر در پس این راه خبری نباشد خطری هم نیست، اگر خبری هست خطرم هست. نمی شود خبری باشد و خطری نباشد. راهی که به ولایت منتهی می شود، وقتی که عبارت راه و مقصد و مبدع و اینها را بیان می کنم، یه لطفی به من بکنید که اینها را از همدیگه جدا نکنید، این خیلی مهمه ها، یکم ظریفه ولی دقت کنید. وقتی که میگویم مبدع و صراط و مقصد، اینها را از هم جدا نکنید. اگر جدا کردیم میفتیم به این حرف هایی که گوشه و کنار شنیده میشود که هدف وسیله را توجیه میکند نمیکند، آیا وقتی رسیدی به هدف وسیله دیگر معطل است و کاری به اوند. اصلا این حرف ها در وادی ولایت
نمی آید. هدایت ولی ایصال الی المطلوب است. یعنی چه؟ یعنی از نقطه بدعت تا نقطه ختمت ولی تو را رها نمی کند. بگذارید بگویم شب جمعه، شب زیارت سید الشهدا، معنای شفیع همین است. در بعد تا به خط همراه توست، رها نمی کند. ولی شواهد بیاورم، دقیق تر بگویم، وقت از دست ما می رود. باشد، در جای خودش اشارات بیشترش انشاءالله. سر رشته مطلب دست همه شما آمد. وقتی می گویم مبدأ، صراط و مقصد، مقام ولی را از همه این کلماتی که به کار می برم که اینها برای بیان مطلب است، ولی را جدا نکنید. ولی همیشه ولی است. مقابل امر ولایت هیچ چیز را نگذار. رسیدیم به مطلبی که ضحاک مشرقی که در رکاب سید الشهدا روحی له الفدا بود، حضرت سید الشهدا به او و به مالک که همراه او آمده بود و خبر از کوفه آورده بود، حضرتش فرمود چرا مرا یاری نمی کنید؟ چرا مرا یاری نمی کنید؟ و مطالبی که در جلسه گذشته شنیدید انشاءالله به جان همه شما نشسته است. البته زیر ایست به کرمان بردن، ولی خب میگویم که بگویم. گفتم ها، عرض به خدمت شما، اینجا بهانه آمد. خب این بهانه را به هر کس بدهی میگوید شاید، میگوید عقلی است، میگوید مهم است، پناه بر خدا. گاهن حتما شما هم شنیده اید بعضی میگوین خود امام حسینم راضی نیست. کار تو به جایی رسیده است که رضایت ولی میشناسی. گاهی ما چه جسارت هایی که نمی کنیم، چه جسارت هایی در امر دین. دین مظلوم است آقا، دین مظلوم است. هر کسی از راه میرسد میخواهد خدشه‌ای بزند، کاری بکند، حرفی بزند، راه بندی بگذارد، سدی ببندد. که چه؟ که چه؟ گیرم که من بگذرم حرف اینجا وارد شود، درد دل زیاده، درد دل همه شما هم زیاده. به هر عنوان، اگر به نگاه امروزی بدهی، اگر به نگاه مادی بدهی، اگر به عقل ابزاری معاشی بدهی، میگوید حرفش درست، درست است. مالک گفت آقا من هم عیالوارم و هم قرض دارم. عبدالله مشرقی گفت آقا من عیالوار هستم ولی قرضی ندارم. مسئله قرض آقا مسئله مهمی است. مدیون بودن به بندگان خدا مسئله مهمی است. در همین شب جمعه دعا می کنیم که خدا قرض کسانی که مدیون هستند از خزانه غیبش برساند و ادا کند انشاءالله. قرض درد بدی است. روایت هم از امیر عوالم رسیده است که دردی است که درمانش بسیار سخت است. دین و عین، چشم و قرض داشتن، بدهکاری، دو دردی است که یکی جسمی و یکی اجتماعی، دو دردی است که بسیار تحملش سخت است. دومی ملعون شنید، حالا ایام شادی همس بده، دومی ملعون این هر روز زد گفت که دندان درد و زن نالایق ناشایست، اینها دو دردی است که درمانش سخت است. حضرت مولا فرمودن خب دندان را که میکشی و زن را هم که میتوانی طلاق بدهی اگر ناشز است و آن قواعد و عرضم به خدمت شما قوانین را دارد. ولی آنچه که درمانش سخت است عین است و دین، چشم را که نمیتوانی درآورد، چشم را که نمیتوانی بکشی و دین را هم که باید انسان ادا کند و سخت است. خدا چاره ساز است برای همه قرضدارای عالم. از شیعیان امیرالمومنین بسازد ادای دین کند. قرض مسئله مهمی است. حتی کار به جایی رسیده است که سید الشهدا در عاشورا و ایام قبل عاشورا اعلام می‌فرمایند کسی که حق الناس به گردن او هست بگوید، حق الناس به گردن او هست بگوید. بعضی برداشت کردن که برود نماند، ولی این هم خودش سری دارد، این هم سری دارد، بماند در جای خودش. برای خواص باید نقل که چرا سید الشهدا سراغ از حق الناس میگیرد در کربلا، بسیار مهم است.
اشاره کنم که رد نشده باشیم و بدهکار نباشیم به شما عزیزان آن روایاتی که راجع به قیامت و شفاعت و حق الناس است. دقت کنید در القطره مرحوم مستنبت آمده است، بهار علامه مجلسی هم نقل کردن، دیگر بزرگان هم نقل کردن، اونها رو مراجعه کنید. مطلب تقریبا دستتون میاد انشالله، برای ساخت و پرداخت کردن مطلب در خدمت شما هستیم وقت دیگری. به هر عنوان گفت آقا من هم قرض دارم و هم عیال بارم، نمیتوانم بیایم. مالک ابن طالب، بعضی گفتن پسر عموی خود عبدالله مشرقی بود و ضحاک ابن عبدالله، ولی بعضی گفتن نه کسی دیگری بود. به هر عنوان او رفت و ضحاک مشرقی، ضحاک ابن عبدالله گفت آقا من میمانم تا آن وقتی که بدانم نصرت من، یاری من به درد شما میخورد. اگر کار دشوار شد و دیدم دیگه یاری من به کار شما نمی آید، میروم. وعده ما چنین باشد، قرار ما چنین باشد. حضرت سید الشهدا روحی له الفدا رحمت واسع است، رحمت واسع است. از او پذیرو فرمود بیا هر وقت که میدانی برو. چرا بر کار امام که عین حماقت است؟ عذر میخوام از کلمه تند حماقت، ولی بدانید شدتش. چرا در کار امام عین حماقت است؟ ولی سؤال تفقهی برای هر انسانی پیش می آید. در حدیث نورانیت هم مولای عالم امیر عوالم امیر المؤمنین صلوات الله علیه اشاره می کنند چند جای آن که من سأل لما و کیف فقط کفر. اگر چرای اینطوری که بخواهی رد کنی مطلب را در کار امام بیاری که وا مصیبت است، امام است. چرا اتفاق، چرا سید شد؟ یکی از حکمت‌های آن این است. مثال بزنم، وقتی سفره‌ای پهن می‌کنی، هر کسی که بر سر آن سفره می‌نشیند و می‌خواهد متنعم شود به نعمت‌هایی که تو پیش روی مهمان‌ها گذاشته‌ای، تو را شاد می‌کند و تو را ارزم به خدمت شما بهتر به آن مطلوبت می‌رساند. مثال بسیار ضعیف است. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، برای تقریب به ذهن میگویم سید الشهدا روحی له الفدا سفینه نجات است، کشتی هدایت است. هر کس به هر اندازه‌ای که میخواهد بهره مند شود، سید الشهدا او را رد نمی کند، رد نمی کند. بعضی حظ و بهرشان از خدمت به سید الشهدا یک شب عاشورا سینه زدن است، یا علی. بعضی بیشتر حظ و بهره دارند که آنها هنی لهم و گوارای وجودشان وقت ما را در رو بود و مطلب ماند انشاءالله برای جلسه بعدی. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان، حضرتش عنایت کند توفیق خدمت بیشتری داشته باشیم. شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، هدیه به حضرت ابوالحسن رضا هر جای عالم که هستید، صلوات خط کنید. رزيت كربلا وصوت العقيلة تجول بخاطري ودمعي يسيلة، حراير كربلا حزن الفواطم تدور بضاميري دور نوايب كربلا صرخة يتيمة ترن بموضجتي لحن الهضيمة.